منم بیدار شدم و به جای اینکه سرم اونجا باشه اینجا بود. نمیدونم چرا. صبح بخیر. امروز خیلی کار دارم، بعد گفتم که قبل از اینکه برم قاطی کارم بشم، چون دیگه وقت نمیکنم بیام اینجا بگم کلن چه اتفاقایی افتاده و چی شده و اینا. چرا من یه ماه خورده این نبودم. موضوع از این قراره که میدونیم خب همیشه حال آدم خوب نیست، بعد اون وقته که حالم خوب نیست اصلا دوست ندارم که کسی ببینتم تو اون حال که حالم خوب نیست. احساس میکنم خیلی وایب بدی انتقال میدم. به خاطر همین نبودم، منتظر بودم که یکم فرشم بیام با تو صحبت کنم. کلا قراره صحبت کنم. اگه دنبال چیز هیجان انگیزی هستید این ویدیو رو اسکیپ کنید تا آخرش که من برم بیرون. الان میخوام تعریف کنم که بگم چه شد. خلاصه عرضم به خدمتتون که من سوشال باتریم تموم شده بود، یعنی دیگه انرژی سوشال مدیا نداشتم واقعا، حالا به دلایل مختلف. بعد اینکه خب تنبلی هم کردم و حقیقتا، ولی خب اون ورژینی که خودم از خودم دوست دارم نبودم که بخوام بیام شیرش کنم. الانم که اومدم دارم ویدیو میگیرم، بازم نرسیدم به اون چیزی که میخوام از لحاظ منتالی. من رفتم مسافرت، بعد تو اونجا سوختم. میگم سوختم یعنی واقعا سوختم، حالا اگه شد عکساشو این در دیوار میذارم. در حدی من سوختم که لباس نمیتونستم ناکن، رنگم نسبت به قبل خیلی تیره تر شده. در حدی من سوختم که لباس نمیتونستم بپوشم بیرون، نمیتونستم برم. کلن بدون لباس تو اتاقم بودم به مدت یک هفته و هی خب کرم میزدم، هی میرفتم حموم میامدم میشستم کرم میزدم تا یه این التهاب دستم و اینا رو قرمزه چقدر هنوز التهابش بیفته. بعد که یکم بهتر شد شروع کرد پوست ریختن، کل بدنم یه دور پوست ریخت. بعد تا یکم بهتر شدم تو همین یه هفته که من خونه بودم، چند روز اولش اوکی، ولی یکی دو روز بعدش یه بدن دردی گرفتم. ببین قشنگ استخونام درد میکرد، پوستم درد میکرد، نه که بسوزا، میسوخت. در کنار اینکه میسوخت دردم میکرد، خیلی درد میکرد. دیگه به بدبختی و به پیچون خودتو نمیدونم فلان و بیسان رفتیم دکتر که اون حالا داروهای دیگه دا. اول رفتیم یه دکتر عمومی تو اورژانس و برگشت تهش اینطوری کرد استخ ندیده ای؟ حالا چی شده بود اصلا؟ بابا من آفتاب گرفتم خیلی شیک و مجلسی و منطقی و به صورت علمی اومدم تو بچه ها بیرون بودن، من گفتم برم پیششون بیرون تنها نباشم داخل. بعد که رفتم بیرون دیگه تحریک شدم، دوباره رفتم تو آب. اومدم بیرون بغل استخ با بدن خوش، یعنی خب تو میخوای آفتاب بگیری معمولا روغن آفتاب رو میزنی، با بدن خوش من خوابم برد زیر آفتاب. بله درست شد، من خوابم برد. خلاصه که من خوابم برد. بعد که بیدار شدم متوجه شدم که دارم میسوزم، حتی اون موقع هنوز متوجه نشده بودم. فرداش که داشتیم برمیگشتیم
احساس میکردم که دیگه خب خیلی سخت نمی دارم لباس میپوشم، پوستم میسوزه، درد میکنه، داغه. بعد دیگه خب برگشتیم و من همونو که برگشتیم یه هفته 7-8 روز تو خونه بودم تا بتونم دوباره لباس بپوشم. اون یه هفته که من تو خونه بودم، الان دیگه تقریبا همتون میشناسید من مدلم چجوریه دیگه. من آدم اوتگوینگی، همش بیرونم، خوشگذرونم، رفیق بازم. من فکر یه هفته هیچ کدوم اینا رو نداشتم و یادم نمیومد آخرین باری که این همه روز من تو خونه بودم. یعنی اصلا اتفاق نیفتاده بود. من حتی بچه ترم بودم، به هر حال کلاس میرفتم، کلاس زبان میرفتم، کلاس ورزشی میرفتم. هر چقدرم فکر میکنم اصلا این اتفاق تو زندگی من تا حالا نیفتاده بود که من یه هفته تو خونه قرنطینه باشم و هیچ کار نتونم بکنم. خیلی سخت بود واقعا برام، خیلی ترسناک بود. من حتی تو بالکنم هم نمیتونستم برم چون لباس سرم نبود. این تشدید کرد اون مشکلی که از لحاظ مغزی داشتم، باعث شد که این تشدید بشه. من هی با خودم تنها بودم، هی فکر خوب تو معمولا نمیتونی از فکرت فرار کنی، خیلی فکرهای بد ممکنه بکنی. آره خلاصه من یه تو اون 7-8 روز واقعا اذیت شدم، واقعا یعنی به معنی واقعی کلمه خیلی اذیت شدم. احساس بکنم داشتم روانم رو از دست میدادم. فکر تو دوستاتو هر روز میبینی، هر روز بیرونی، هر روز تو محیط جامعه‌ای، تو محیط دوستاتی. من حتی پیش خانوادم هم نبودم چون نمیتونستم از اتاقم برم بیرون. خلاصه باز اونم احتیاج داشت به یه هفته دیگه که من دوباره بتونم برگردم حداقل به اون استپ قبلی. بعد ناخونامو ترمیم کردم، رفتم لاک جدید دادم. خیلی بی ربط بود ولی خب دوست دارم اینا رو. الان که سیاه‌سوله شدم، آره خیلی بهم میاد. و عرضم به خدمتتون که امتحانای دانشگاه شروع شده. دارم قشنگ آپدیت میدم، دقت کردید؟ امتحانای دانشگاه شروع شده، دو تاشو دادم در حال حاضر. براتون بگم که آره دست نمیکم درد میکنه ولی سوختم و قشنگ تازه اینجا نور زیاد آفتاب داره بهم میخوره، معلوم نیست چرا سوختم ولی خیلی سوختم. خلاصه که اگه میبینید من اینقدر دارم داد میزنم، با اینکه تازه صبح خواب بیدار شدم، به علت اینه که کسی خونمون نیست. خلاصه که خیلی دلم تنگ شده بود بیام اینجوری دوباره صحبت کنم باهاتون. من اگه تا آخر صحبتهای من که اینجاست گوش کردید، بنویسید تو کامنت ها آریانا جون اب نداره، بعد من میفهمم که شما تا اینجا نگاه کرد ریپلای میکنم. آریانا جون اب نداره. از برنامه امروز هم میخوام بهتون بگم، الان من شبیه خانم هویشانم ولی الان میرم هموم. نقد بزنی که برم هموم. بابام بهم تکست داده پذیرایی رو جارو برقی بکش. با یه چشم خوشحالم کن. میرم پذیرایی رو جارو بکشم اول، بعد که جارو کشتم میرم هموم، بر میگردم میام با هم دیگه حاضر شیم بریم بیرون. امروز قراره یه مهمون سپیشیال داشته باشیم، برای دیگه یه مهمون خوشل مشل داریم، بریم که داشته باشیم. بای. بله بچه های اینستا میدونن که من قفل جدیدم این تاپ همه، امروزم میپوشمش، برم که یکم صورت همو درست کنم و بریم. خب من رفتم سری به صورت خیلی سری موهامو خوش کردم، دیگه نتونستم صافش کنم، خیلی همینجوری فقط خوش کردم که خیس نباشه. بعد اینکه من خب قطعا وقتی میخوام آرایش کنم نمیام اینجوری بشینم اینجا آرایش کنم، اونجا وای میستم. ولی چون اونجا هم نورش خوب نبود، هم
جایی نبود که دوربینو بذارم، گفتم دیگه من که کار خاصی نمی کنم، اینا رو بذارم اینجا و مثلا درست کنم خودم. یا نه آره اوکی. خب چی کار میکنیم؟ اول من عینکم در میارم، برای چند دقیقه من زشت خواهم بود وقتی عینک ندارم. سو تعمل کن دیگه. بعد Many months later. پوستم نمیخوابه، یعنی کلن دل نمیاد اون قدی که باید بیاد گرم پود به هر کسی. سو از کانتور استفاده میکنیم. بدیم اونه. غیر اصولی، کاملا غیر اصولی، یعنی غیر اصولی ترین آرایشی که هر کس ممکنه بکنه، ولی همین که قشنگ میشه، همین که کلا 10 دقیقه هم طول نمیکشه. به خاطر همین من خیلی زود آماده میشم، بعد معمولا 1 ساعت منتظر سوا میمونم دیگه، چون من آرایش خاصی که همینجوری شپرتی شپرتی میزنم شتر شتره. گل ها. خب بعد جل ابرو میزنیم. واقعا نمیتونم تو دوربین نگاه کنم انجام بدم. نگی به ما هلی بدارم خیلی هول هولکی انجام بدم، نه خاطر اینکه دیرم شده. بعد من یکم پشت چشم و جایی که سایه است و از این رنگه از این میزنم روی استخون کیس چشم. اشتباه ترین حالت سایه زدن، اشتباه ترین روش آرایش، با من همراه باشید. بعد به صورت خیلی سریع خط چشم کشه. بسم الله. هم درستش کردم جلو آینه، چون تو این که آینه دستت باشه خیلی سخت بود. شاید کم شبیه هم نباشه، ولی خب درمیتر میایم و ریمل میزنیم. چقدر بهم نمیاد بیوتی بلاگر باشم، همه آرایش داغون زشت، همه زشت میان بیرون. بعد با استفاده از یک گوش پاک کن چیکار میکنیم؟ تمیزش میکنیم. خب این بود از میکاپ ما. الان میام جلو بهتون نشون میدم. اهمیتی ندارم، خواستم فقادتون نشون بدم که چجوری شد. فقط روژم مونده که
خب من دیگه تقریبا حاضر شدم، خدا رو شکر سر وقت. حالا سر وقتم که نه، ولی خب من تقریبا حاضرم. ساعت الان 2:23 است، مثلا 3 قرار دارم، نزدیک خب میرسم. الان دیگه لباسم و مانتوم بپوشم و شال سرم کنم و بریم که برسیم به مهمون برنامه، نه بریم که بیرون رو داشته باشیم و میبینم اتون. بایی. اونجایی که من همیشه دود میرسم و من خلطم سلام کن، این همون مهمونیه که 300 من رو منتل کرد. آره. از لحاظه این تیم کفشتو بیا، این تیم خرج پیق نداره. لباسش هم سبز، منم یه سبز دیگه. فیلم برداری عالی ها به خدا، کسی منم یه سبز دیگه. به این فیلم برداری ایراد بگیرید، من میدونم شما. بزرگترین دیسی که به مجتمع سانا وارد شده با خروس، چه حسی داری؟ نگیرم. اومدیم بیونا یه چیز بخوریم و بریم به ادامه غیبت همون برسیم. این هم باشه هزینه که کردیم بیفته، هزینه کردیم بریز به پاچ. چه دستمان چرا گذاشتی؟ نمی کنم همینجوری برگشتم به عشق. چیه اون؟ موز بخوری؟ ما کی میدونیم برای چی موز بخوری؟ من برگشتم خونه همین الان. بیرون انقدر گرم بود، انقدر گرم بود که اصلا نمیتونستم گوشی بگیرم دستم. خله منو اصلا نمیتونستم گوشی دستم بگیرم، گوشی داغ کرده بود، نمیتونستم ویدیو بگیرم خیلی. ولی واقعا نور اتاق هم یه چیز دیگه است. خلاصه که من برگشتم، امتحان دارم فردا، بشم امتحانم بخونم الکی. اتاق هم یکم جمع کنم، خیلی به هم ریخته است، شما نمیبینید ولی واقعا به هم ریخته است. بعد عرضم به خدمتتون که چیز کنم، سریال ببینم. دیدی فصل امتحانا که میشه همه سریالای جدیدتو شروع میکنی که نگاه کنی؟ همه رو قفلی پیسرم، اون منم. دیشب 3 قسمت سریال دیدم، 3 قسمت.